ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. با قسمت دوم هستیم، در خدمت جناب دکتر عرفان قانیفر خواهیم بود. یه توضیح من باید تو لایو قبلی میدادم، حالا اینجا سربسته میگم. تو این لایو ما یه مقداری زبانمان رسمی تر و یه مقداری جهانی تره، چون مخاطبای خاصی داریم که به هر حال یه مقدار نوع صحبت کردن همون با لایوهایی که من تنها میذارم فرق میکنه. خب جناب دکتر قانیفر ببندم. جناب قانیفر من اکسپت کردم. ارادتمندم قربان. عرض ادب و احترام. حالتون چطوره؟ خوبین؟ سپاسگزارم. من عذرخواهی بکنم از دوستان، دیشب بابت فهمید تو راه بودم نمیتونستم، با هلیکوپترم میومدم نمیرسیدم. به تقصیر ما بود، دیگه خسته بودیم، دیگه گفتیم برسیم. ما جاتون خالی پیش پای شما و پیش قاضی ملق بازی رو انداخته بودیم در مورد تفاوت بین اکت تروریستی و اکت انقلابی. کلی منبر رفتیم. آموزه های شما البته استفاده کردیم. خلاصه گفتیم پیش قاضی ملق بازی نباشیم. در خدمتتون هستیم، پیرو هر بال هر شبمون. دارای دیشب تأخیر شد با قسمت چهارم بررسی انقلاب های جهان از کتاب دموکراسی اثر دکتر کاندولیزا رایس و که بواسطه جناب قانیفر ترجمه شده، و امروز قرار ما رو به کولومبیا ببرن. قانیفر در خدمتی. مخلصیم. عرض کنم امروز تسلیت میگم به تعداد خانواده های داغداری که اضافه شدند و این رسم هر انقلابی متاسفانه که در این راه خیلی افراد جانشون رو از دست میدن برای رسیدن به اون هدف که آزادی و دموکراسی باشه. بنابراین خالصانه تسلیت میگم و امیدوارم که هر چیز زودتر مردم اراده تغییر رو از خودشون نشون بدن و مثل بقیه کشورهای دنیا ما هم مردمانیم و ما هم این دموکراسی رو در آغوش بگیریم. امشب میریم به بحث کولومبیا که چطوری دوران امنیت و دموکراسی رو بهش دسترسی پیدا کرد. فراموش نفرمایید که یکی از قاچاقچی‌های کوکائین که هم تروریست بودم قاچاقچی در کولومبیا بود، احتمالا شنیدید یا نه، اسمش پابلو اسکوبار، یکی از ثروتمندترین افراد قاچاقچی. در ایران ما به نفع مشابهش در شرایط فعلی همین افراد بدنام و رسوای مواد مخدر در ایران یا دست وزارت اطلاعات یا دست سپاهه و یک سری گروه های مسلح هم در واقع از مرز افغانستان گرفته و پاکستان تا یونان توسط جمهوری اسلامی و دولت اوباشش کنترل میشه در این راه. در کولومبیا این افراد بدنام و رسوای مواد مخدر تحت تعقیب امریکا بودن. هزاران آدم کشی، قتل، سازماندهی گروه های تروریستی و غیره رو برعهده داشتن و مظهر زندگی کشور در کولومبیا یک زندگی پرمشقت بود و در واقع دوران آشوب و هرج و مرج زیادی هم گذرانید کولومبیا و به همین سادگی دسترسی پیدا نکرد. حدود 14 سالی طول کشید تا مردم به اصطلاح دموکراسی رو بهش دسترسی پیدا کردن. برای همه مدت ها بارها و بارها در مصاحبه ها نوشته هام و این چند باری هم که افتخار داشتم خدمت بهراد عزیز باشم گفتم که این راه سنگلاخه. دوستان عزیز، توپ تانک فشوشه، آخون باید کن بشه، با این نمیشه انقلاب کرد. انقلاب راه داره، استراتژی داره، برنامه داره، انگیزه داره، استقامت داره. در 4-5 شب پیش در سطح عقل ناقص هم هست تونستم خدمتتون گفتم، در کنار کتاب خانم رایس رو براتون خوندم، تفسیر کردم و هر روزی که جوانهای ما بر روی چوب دار میرن، اون مدعیانی که
میزدن میکشم میکشم، آن که برادرم کشت خواهد الان کجان، اون اشخاص الان کجان، بفهمید بکشید دیگه خواهد الان، مگه نمیگفتید مگه داده میزدید؟ پس ادعا با عمل خیلی فرق داره. و من در کنار بهراد عزیز در این چند شب تمام تصمیمم هدف نهاییمون این بود که به شما بگیم این راه سنگلاخ رو شما با شناخت و آگاهی میتونید برید جلو، نه چشم بسته و به اصطلاح مثل بعضی دیوانه ها و این هستن جدیدن راه افتادن کمک به دستگاه سرکوب بکنن که شما رو حل بدن به سمت تروریسم داخلی. تروریسم داخلی حمام خونه. و یادتون باشه چند مدت پیش من خدمتتون گفتم که امیدوارم این نسل باهوش دنبال حمام خون نره، و اگر تحریک بشید به چرخه خشونت، شما هم انسانید، مردم دیگه در تاریخ الگوهایی رو من براتون خوندم، شما هم وارد همون الگوها میشید. وقتی وارد اون الگوها بشید، ابو ریحان و فارابی رو هم زنده بکنید با اینشتین، شما رو نجات نمیدن، خاطر اینی که اون چرخه خشونت واقعا خطرناکه. امیدوارم که وارد این کار نشید. دهه های خشونت دهشتناک کولومبیا کار کشید به شهرها و روستاها و جنگلها که در واقع در اونجا مردم دیگه زندگی عادیشون رو از دست داده بودن و نمادهای ملی کشور هم یکی پس از دیگری نابود شده بودن. و تصور نفرمایید که کولومبیا مثل اکوادور، پاناما و ونزوئلا بود تقریبا. و ساختار سیاسی کشور یک ساختار پرکشمکش بود. پارلمان داشت، البته دادگاه‌های کارآمد داشت که ما در ایران نداریم، دادگاه‌های ما تحت سلطه حاکم هست، گروه‌های تجارت و کشاورزی موفق داشت، ما در ایران نداریم، مطبوعات آزاد داشت، ما در ایران نداریم. مطبوعات ما در ایران دو قسمت، یا اصولگران یا اصلاح طلب، و مثل کرم و ویروس ایدز در تمام رسانه‌های خارج از کشور خیال همتون راحت کنم پخش شد. خمینی با یه نوار در واقع تونست به مردم پیام انقلابش رو برسونه. حالا انقلابش توحش بود، هر چی بود، ولی با این همه ماهواره چرا هیچ اتفاقی نمیفته و چرا تفکر غالب بر جامعه هنوز عبور از جمهوری اسلامی نیست؟ ببینید، شما باید ابتدا انتها و خود جمهوری اسلامی رو سقط بکنید. برخی از این افراد اسمن اپوزیسیون در رسانه‌های خارج از کشور دوست دارن شما تبدیل بشید به نوع دوم جمهوری اسلامی، این یعنی مرگ. بنابراین این رو ما بالاخره باید جاهای مختلف دنیا رو هم بشناسیم. از آسمان که نیفتادیم پایین، از کره هم بنده برای شما نمیتونم سرباز بیارم، یا آقای توکلی نمیتونه از افریقای جنوبی برای شما حامی بیاره. خودتون ایرونی ها این راه سنگلاخ رو باید بپیمایید. و اگر این چیزها رو برای شما توضیح میدیم، خدای نکرده بحث عالم بودن و منبر بودن اینا نیست، نه، یک علمیست در یک گوشه از جهان، این رو هم شما باید یاد بگیرید. حالا فرصت نداشتین بخونید، رشته تحصیلیتون نیست، هرچی، ولی این به شما این قدرت رو میده که در واقع تصور غلط نداشته باشید از اوضاع، چون با تصور غلط شما به هیچ جا نمیرسید و این راه رو هم نمیتونید بپیمایید. در کولومبیا منافع رقابتی بین شهر و روستا، ثروتمند و گدا، و قشر مذهبی و قشر محافظه‌کار تقریبا مشابه ایران بود. در ایران یه جمعیتی سکوت کرده، چه پیر چه جوان، بهشون میگیم جمعیت محافظه‌کار. از نظر علمی، از نظر عامی بهش میگیم جمعیت خاکستری، اگه اشتباه نکنم. کولومبیا چیکار کرد که جمعیت محافظه‌کار یا به قول ما خاکستری رو وارد کار کرد؟ خب ما هم همون راه رو میتونیم بریم دیگه. خب یاد بگیریم که چطوری اونها تونستن اون سالهای رعب و وحشت رو مشهور به خشونت رو به طور پراکنده بیان منسجم بکنن که اون جمعیت محافظه‌کار یا خاموش رو وارد عمل بکنه. در بین سالهای 1946 تا 1964 یک دوران وحشیگری پر از خشونت در پاناما بوده. پس بنابراین هر کشوری که به دموکراسی رسیده یک دوران تنگنا و دوران وحشتناکی رو گذرونده، همجوری یه شبه دیگه دموکراسی سوئیس نشده، نه، براش زحمت کشیده. شما هم در ایران توجه داشته باشید، برای این کار باید زحمت بکشید. برمیگردم به جمله مشهور، اول این دیوار رو بریزید پایین
بعد اون دوران گودبرداری و خاکبرداری که اسمش رو گذاشتیم دوران انتقالی، اون رو چهار چشمی باید مراقب باشید. بعد رفتید تو پارلمان و انتخابات دیگه با خود. الان هنوز دیواره سر جاشه ها، یعنی با وجودی که جوان ها کشته میشن، با وجودی که شما زحمت میکشید، تلاش میکنید، خیلی جاها 20 سال طول کشیده، خیلی جاها چند ماه طول کشیده، اون به اراده و شناخت بررسی داره. الان هم در شرایط ایران اراده و شناخت شماست که این مدت رو کوتاه‌تر میکنه، نه اینکه مثلا پوتین سرباز اجنبی رو بیاریم که به شما کمک بکنه، این دموکراسی بریزه پایین، بعد حاج آقا فلانی در منبر مسجد فلان بپره بالای منبر بگی مثلا فلانی و فلانی خائنن، همون چیزی که در تاریخ ما اتفاق افتاد. شما گرفتار این ویروس هم هستین، پانامای این ویروس رو نداشت، کولومبیا این ویروس رو نداشت، کنیا این ویروس رو نداشت، لیبی و مصر این ویروس رو نداشت. مفتیهای مصر مثل آخوندهای ما هر زبان نیستن، هرچند مثل میمون بپرن باره منبر شما رو نصیحت کنن. ما این ویروس رو داریم و این ویروس رو واقعا شما جوانایی که میتونید جلوش رو بگیرید و قلع و قمع بکنید، قلع و قمع نه به معنی قتل و کشت و کشتار، یعنی از بین ببرید اون منبر رو. در دموکراسی کولومبیا یه مدتی خشونت رسید به زبان آقای لارنو گومز که ایشون استفاده کرد از مشت آهنی مثل خامنه‌ای، ولی خب دوام نیاورد. کولومبیا مثل خیلی دیگر از همسایگانش در امریکای لاتین در واقع در برابر کودتای نظامی سال 1953 از پا در اومد و دوران مصادره قدرت انجام شد، همونی که من ازش وحشت دارم در این جنبش فعلی، که مبادا گروهی از اصلاح طلب ها یک لباس دیگه رو تنشون بکنن به اسم تغییر، ولی در واقع همون مصادره است مثل کودتا و این اولیگارشی فاسد رو نمیخوان از دست بدن. اون موتور فاسده که بهتون گفتم اون رو نمیخوان از کار بندازن. اونجا بود که در واقع دوران سرکوبگری شروع شد در کولومبیا و بعد کشور در معرض از قیام مسلحانه مخالفان قرار گرفت در 1957. برای همونه که من در خدمت جناب توکلی بارها خدمت شما گفتیم که فرار کنید، بپرهیزید. سعدی میگه از زن بی حیا و دیوار شکسته فرار کنید. بنده اینجا مخلصانه خدمتتون عرض میکنم از کسانی که دم از اسلحه میزنن شما فرار کنید، چون یا نمیدونن بی سوادن ناآگاهن، یا میدونن و عمدن میگن، از این دو تا حالت خارج نیست. هر کشوری در هر انقلابی مردم قبل از مبارزه دموکراسی رفتن به سمت اسلحه، اون دوران انقلاب رو طولانی تر کردن. شما اگر دوست دارید این دوران که الان 3 ماهش رو گذروندیم با موفقیت، امشب شب 80 جنبش اگر اشتباه نکنم، 10 روز دیگه میشه 30، میشه در واقع 90 روز، این 80 روز رو شما اینطوری گذروندید. در هر جنبشی چیزی، جنبشی که از 60 روز رد بشه قابل تأمله. بنابراین الان شما روز 82مین. خیلی از نهادهای امنیتی دارن شما رو نگاه میکنن، دارن شما رو مونیتورینگ میکنن. پس بنابراین دم از اسلحه زدن، دم از بمبگذاری، دم از تروریسم شما رو طولانی تر میکنه و منفور، مهر منفور رو شما بخوره دیگه فرق نمیشه. پس بنابراین در شرایط فعلی آگاهانه دنبال این باشید که اون جمعیت محافظه‌کار و خاموش رو با خودتون همراه بکنید. موفقیت شما در اونجاست. وقتی جمعیت کشور مثلا در تهران 5 میلیون نفر در خیابون انقلاب حضور داشته باشن دور بر خونه خامنه‌ای، حالا ایشون تو اون خونه هست یا هر قبرستونی، اون نماد بین‌المللی است. شما میتونید اون نسخه رو بفروشید به جهان. ولی وقتی حضور بین المللی نباشه شما گرفتار همین مکافات هستید که هستید. در اونجا حزب سیاسی در کشور وجود داشت، کارشون سوء استفاده از قدرت بود بین اصولگرا و اصلاح طلب ما در کولومبیا، و حاکم به نفع خودش قانون رو تغییر میداد، چیزی مثل همین ولایت فقیه که میگه من فراتر از قانونم، و ادارات دولتی هم دایر بود و در واقع برنده های سیاسی حق تخریب اداره رو نداشتن، ولی اینها به همدیگه قواره زمین میدادن،
کشاورزا رو خریده بودند. مثلا آقای بهراد توکلی مثلا استاندار کرمان هست، بنده مثلا فرماندار بندرعباس. ما دو تا با هم دعوامون میشه، بعد به خاطر اینکه مصالحه بکنیم مثلا ایشون 5 قباره زمین کشاورزی به من میداد، بنده 8 قباره مثلا زمین فلانجا رو به ایشون میدادم. این میشد صلح در کلمبیا. اینقدر فساد بالا گرفت بین افراد حکومت که در واقع دیگه زمین های کشاورزی شده بود توپ فوتبال بین این حکام که به طور غیر قانونی زمین های کشاورزی خودشون رو تعارف میکردن بین اون. و این دوران یه آرامش زودگذر بود و بعد دوباره درگیری شروع شد. کشور رفت به سمت یاغیگری و شورش، چیزی که من همیشه وحشت دارم. ارتش آزادی بخش درست شد در ژوئیه 1964 و این دومین سازمان چریکی بود در کولومبیا. پس کولومبیا، یکی از بررسی های انقلاب کولومبیا اینه که وارد جنگ چریکی شد. ما در ایران نیاز داریم که اینو بخونیم و بیاموزیم، ولی نیازی نیست که ما تکرار بکنیم. تجربه شکست خوردن رو نباید تکرار کرد، اما میشه آموخت که این راه چریکی که این حضرات رفتن در واقع چه عواقبی براشون داشت و چه عواملی رو وارد بازی کرد. وقتی به سمت تروریسم یا اسلحه برید، ناخودآگاه بازیگرانی وارد صحنه میشن که این بازیگران لزوما دموکراسی برای شما نمیارن. اگر فرد کودتاچی مسلح قدرت رو قبضه کرد در داخل حکومت، حالا برو باش حرف بزن بگو دموکراسی. چه ضمانتی وجود داره که یه چکمه پوش برای شما دموکراسی داره که عمرن نمیاره؟ از لوله تفنگ هم که دموکراسی خارج نمیشه، پس گلوله میاد بیرون. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید که نگاه به اون سمت شما رو عقب میرونه و نگاه به اون سمت هیچ دموکراسی توش نیست. ما تلاشمون بر اینه که بگیم انقلابمون در واقع در پی دموکراسی است، یعنی در پی بازسازی هویت از امام و امت به همون شاه ملت قدیم، منتها شاه ملت منظور شخص شاخصه. این نکته‌ایه که ما در تاریخ گم کردیم. 2500 سال ما حاکم داشتیم، 480 اندی نفر آمدند و رفتن، هیچ کسی حتی اسمش هم شاید خیلی رو بلد نباشیم. 150 سلسله و دودمان در ایران اومده و رفته، اسم چند تاشو بلدیم؟ پس بنابراین ولایت فقیه هم پایدار نیست. اما یاد بگیریم که چطوری این طول مدت عمر رو کوتاه‌تر بکنیم. در کولومبیا وقتی که رفت این طرف، یک مسلک مارکسیست لنینیستی اومد و دهقان‌ها و کشاورزا و دانشجوها و کشیش‌های حامی افکار آزادی‌خواهی رو بسیج کرد. ما در شرایط فعلی درس گرفتیم از 2 جلسه قبلی که کسانی که عینک قومی و عشیره قبیله‌ای به چشمشون بزنن یا مذهبی فرقه‌ای، اونو کنار بزنیم، در واقع ملی فکر بکنیم. در اینجا اینا گفتن که نخیر، کشیشا هم بیاد به ما کمک بکنه برای توسعه دموکراسی. خب این خوبه، دانشجو، کشیش، کشاورز و صنعتگران، این 4 قشر رو دعوت کردن برای حمایت از گفتمان دموکراسی. ما در ایران اولیشو نداریم، یعنی ملا چه شیعه چه سنی مخالف دموکراسی هست. چرا؟ چون جزم باوره. همون آیه اول کتاب آسمانیشون که در واقع میگه هذا کتاب المبین لا شک ان ریحون فیه، حالا هرچی میگه این کتاب همینه که هست، حق سوال هم نداری. خب وقتی کسی در همچین تفکری بزرگ شده، طبعا نمیاد دنبال حقوق بشر، طبعا نمیاد دنبال دموکراسی. اونی هم که میگه دموکراسی دینی، اون شوخیه. الان وقت شوخی نیست. پس بنابراین ما میتونیم از قشر جوان، قشر دانشجو، قشر معلم و صنعتگران، من صنعتگران ایران سالهاست ایران نیستم، نمیدونم آیا صنعتگران ایران دنبال دموکراسی هستند؟ آیا صنعتگران ایران میتونن حامی شما نخ زبان باشن؟ اینو خودتون تشخیص بدید. بازاری ها شک دارم. چرا؟ چون اسلامی ها در بازار نفوذ دارن، بازار به طور سنتی در اختیار اسلامی هست. آیا بازاری ها میتونن با شما همگام باشن؟ تردید دارن. بنا به شناخت چند سال گذشته خودم، شناخت الان رو نمیتونم چون من در اونجا نیستم. پس بنابراین شما مثل مردم کولومبیا میتونید افرادی رو دعوت بکنید برای اینکه گفتمانتون شکل بگیره، یعنی گفتمان دموکراسی شکل بگیره. این
در سال 1964 در واقع آزادی خواهان کولومبیا اومدن این کار رو انجام داد و بعد اومد به سمت منافع تجاری که سرمایه داران دولت رو فلج بکنن که دولت منفعت تجاری نبره و دولت رو محدود و کوچیک بکنن. من سواد اقتصادی ندارم. کسی باید در این زمینه اصلاح نظر کنه که استاد اقتصاد باشه. کسی رو گیر بیاری که آیا ما در ایران با شرایط فعلی، با اقتصاد ورشکسته فعلی چطوری میشه دولت رو به زانو در آورد؟ من وارد اون بحث نمیشم. یک عملیاتی رو این افراد مسلح انجام دادن در مناطق مختلف با الگوی یاغیگری و شورش و تخریب که چند دهه سیر دموکراسی به کولومبیا رو به تأخیر انداخت و جنبش یاغیگری و شورش رو دولت با عملیات مسلحانه جواب میداد و متاسفانه بسیاری از دانشجوهای هواخواه آزادی بخش هم کشته شدند و ارتش آزادی بخش ملی در سال 1966 نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک FARC پدید اومد. تا این لحظه جاه طلبی این گروه در کولومبیا باقی است و دولت کولومبیا ساقط شد با اسلحه و یک دولت مارکسیستی سر کار اومد و قدرت گرفتن. در سال 1970 رئیس جمهور کولومبیا مجبور شد که اعتراف کنه که کشور در محاصره است. از این میشه یه درس یاد گرفت. آیا مردم ایران با جمعیت میلیونی در خیابان میتونن حاکم رو محاصره کنن؟ ما این درس رو میتونیم یاد بگیریم ولی بی اسلحه. آیا ما در ایران میتونیم با جمعیت میلیونی در خیابون در شهرهای متفاوت حاکم رو محاصره کنیم؟ اینو شما باید جواب بدید. حالا دیگه سنندج و تهران و اصفهان و عراقش فرق نمیکنه. جمعیت میلیونی اون دیگه بستگی به شماها داره. در شهرهای خودتون اول این تجربه رو از کولومبیا یاد بگیریم که حاکم رو محاصره کنیم. و انگیزه ای هم بین جوانها پیش اومد که وقتی فهمیدن دولت و گروه‌های مسلح فاسدن و دنبال قاچاق مواد مخدر، منافع مالی، سود اقتصادی، همون موتور فساده که من بهتون گفتم در حال حرکت هست، اینا سعی کردن دونه دونه اجزای اون موتور رو فلج بکنن. این هم در ایران توسط جوانان امکان پذیر هست به شرطی که خودشون از نظر ذهنی خودکفا باشن که آیا میتونن همچین کاری رو انجام بدن و بشن پیشتاز این انقلابیان. و بعد رژیم کاسترو انگیزه و محرک داده بود برای فعالیت‌های کمونیستی که خوشبختانه ما در ایران در شرایط فعلی نیازی به این نداریم. در کولومبیا این نیروهای مسلح انقلابی یا فارک در واقع اومدن حیات سیاسی کشور رو در دهه 1980 یعنی اون موقع دیگه در ایران انقلاب شده، اینا اومدن با بمب‌گذاری و ترور و آدمکشی و آدمربایی را انداختن و انقلاب پی انقلاب، یعنی در واقع انقلابی که خون بر خون فقط تلمبار میشد. چرا؟ چون کولومبیا به جای اینکه به سمت حرکت دموکراسی بره به سمت خون و خون کشی رفت. برای همون چندین سال این روند دموکراسی خیلی به طول انجام. برای داشتن روند دموکراسی دم از اسلحه زدن، ترور زدن، تخریب کردن و غیره مدت رو طولانی تر میکنه. حالا دیگه واسه خودتونه. اگر دوست دارید راه کولومبیا رو برید، خب بسم الله، اول این طولانی تر میکنه. یعنی در واقع این راه شما رو به سرمنزل مقصود در مدت زمان کوتاه نمیرسونه. چون شخص کودتاچی رشد میکنه. مثل ویروس. شما نمیدونید کیه. یهو یه گروه مسلحی تشکیل میشه. مثلا در قم با یه گروه مسلح مثلا کرمان، بعد این دو گروه ایران رو در دست میگیرن. بعد وقت شما الان چیکار باید بکنید؟ نه دادگاه حالیشه، نه قانون حالیشه، نه میفهمه، فقط زبان اسلحه میفهمه. خب موقع ما وقت به مردم چیکار کنیم؟ به مردم اسلحه بیاریم؟ از کجا بیاریم؟ بعد خب خون کشی میشه. پس بنابراین این تجربه کولومبیا تجربه ای نیست که سیاست ما رو در ایران به اصطلاح ببره به سمت جانب رفت. ببخشید و من میخوام این چون نقطه مهمیه در موردش یکم بیشتر توضیح بدیم. من میخوام ببینم منظور شما رو درست فهمیدم یا نه. یعنی بحث این که اگر گروه های چریکی مسلح تشکیل بشوند و حتی نظام توسط این گروه های چریکی مسلح ساقط بشه،
این گروه های چریکی مسلح هستند که میان سر کار و این گروه های چریکی مسلح گفتمان دموکراتیک ندارند به سبب ماهیتش و اون وقت دوباره باید با اینا جنگید تا اینا برن. اون وقت 43 سال دیگه باید بشینیم با گروه های تروریستی قارچ یک شبه ما باید بجنگیم. هر کسی هم به شما ترویج و خشونت داد از همون یاد شعر سعدی بیفتید، از دیوار شکسته و زن بی حیا فرار کنید، شما هم از این گروه آدم ها فرار کنید، چون واقعا با زبان منطق نمیشه با این هست. خب ببینید بحث خشونت بحث مهمیه، چون به هر حال خود انقلاب امری خود خشن، یعنی بحث شما حتی اگر فرض کنید یک مسیری رو ببندین، یه مسیر اتوبوس رو ببندین، سد بزنین، لاستیک آتیش بزنین، خب این خودش یه درصدی از خشونت داره دیگه. و ما در مواقعی که مردم دارن مواجه میشن با نیروهای سرکوبگری که آقا داره میاد در فاصله نزدیک شما رو با ساچمه میزنه تو تهالت یا داره به شما شلیک میکنه، خب اینو که الان ما دادگاه نداریم ببریمش بکشیم، آقا تشریف بیارید بریم دادگاه با هم چیز کنیم، اونجا برخورد کردن با او و دفاع کردن از خود و به اصطلاح برخورد مشابه کردن دیگه حکم تروریستی که نداره. نه، وقتی کسی با یه چماقدار میخواد بیاد با چماق شما رو بکشه، بجنگ که شما رو بکشه چماقدار از بین میره، این در همه جای جهان. من خفتم این روشن بشه که این موقع بچه ها فکر نکنه چماقدار ها، نهید سراغ راننده اتوبوس ها، نهید سراغ کارمند بانک ها، چماقدار یعنی متوجه شده ویدیو رو نمیخوام بیشتر از این چیز کنم. آره به هر حال چماقدار خونش با خودش، ولی افرادی که خدمات عمومی انجام میدن ولو از دولت پول میگیرن حقوق میگیرن، اون بیچاره ها بازیگرن، تئاتر کسی دیگه نوشته، کسی دیگه داره تئاتر بازی میکنه، ولی این بیچاره کارگره، مثلا کارمند شهرداری نمیدونم اصفهان، خب الان من برم با این چیکار کنم؟ الان فرض کل شهرداری رو شما منفجر کردید، خب به کجا میرسین؟ خب تجربه کلمبیا رو برای چی بریم؟ همین لایو قبلی داشتم دقیقا همین چیزا رو توضیح میدادم که باید یه خط مرز خیلی دقیق و شفافی آدم بذاره بین نهادهایی که به اصطلاح نهادهای خدمات عمومی هن، نهادهای و سرکوب چماقدار، سرکوبگر چماقدار، این دو گروه شما هر رفتاری باشون دارید دارید. حافظ امنیت کسی نیست که بیاد به مادر و خواهر شما به اندام جنسیشون گلوله شلیک بکنه، این آدم حافظ امنیت نیست، این آدم چماق داره، چگین های دوران صفوی هست، آدم خار هست، بنابراین با آدم خار شما خودتون تعیین کنید. اما در قانون بین المللی نیازی نیست که ما یک جنبش پاک، یک جنبش زیبا، هماهنگ، همدل، نسل جوان شروع کرده بهش لیبل بچسبونید، تم بچسبونید، خب دیوانه که نیستیم که برای چی بریم سراغش، یعنی تجربه جاهای کشور دیگه دنیا رو هم بیاموزیم که کولومبیا رفت به سمت اسلحه، این دوران طولانی که خب ما مثل مردم مصر اونا اومدن تو میدون نشستن چند شب حاکم رو از پا انداختن، ما هنوز اون تفکره باعث نشده که جمعیت محافظه کار و خاکستری رو بیاره تو خیابون. شما باید دنبال این راه حل باشید که جمعیت خاکستری یا محافظه کار رو وارد گفتمان خودتون بکنین تا بتونید این دوران رو کوتاه‌تر بکنید. و بعد در کولومبیا نیروهای مسلح یا اموفارک در سال 1980 گفتم که رفتن به سمت بمب‌گذاری و ترور و آدم‌کشی و گروگانگیری و غیرزالک و در واقع امنیت کشور بر باد رفت و نیروی متحد کولومبیا اومد طیف‌های سیاسی که ما بیایم گفتگو بکنیم با این تفنگچی‌ها. در شرایط فعلی در ایران حزب سیاسی درست حسابی که ما نداریم، واقع بین باشیم، اپوزیسیون درست حسابی هم نداریم. چرا؟ خیلی از این اپوزیسیون ها طالب امتداد جمهوری اسلامی هست، تابع تغییر جمهوری اسلامی هست، چند تا سرمایه کوچولو تک به اسم منفردن داریم تا زمانی که زنده هست به عنوان یک کارت
اعتباری دیگه هم نداریم. این چند تا خودتون بلدین اسامیشون دیگه، مثلا یکی شاهزاده رضا پهلوی، ولی در واقع شاهزاده رضا پهلوی اونم کاری از دستش ساخته نیست اگر جامعه بره به سمت خشونت. خب پس بنابراین سرمایه هایی که ما داریم، از اون سرمایه ها هر کی هست، هر اسمی هست، به عنوان یک کارت اعتباری ازش استفاده بکنید، برای این دوران انتقالی ازش استفاده بشه. رأی نهایی رو پارلمان میده، رأی نهایی رو رأی مردم میده، اما در این دوران انتقالی و دوران فروپاشی دیوار سعی بفرمایید از سرمایه هاتون استفاده بکنید، جوان متخصص، هر کی در تخصص خودش، ازش استفاده بکنید، از این سرمایه ها مثل کارت اعتباری. اگر از این سرمایه ها استفاده نفرمایید، در واقع دورانتون رو نه تنها طولانی تر میکنید، بلکه مثل قارچ سمی یک کسی در اون مدت انتقال میاد بیرون و اون وقت برای شما مكافأت درست میکنه، بعد چندین سال باید بجنگید با اون. بعد چارچشمی باید مراقب آسیب شناسی این دوران هم باید باشید. در کلمبیا در مناطق روستایی و مناطق شهری میومدن به یک سری افراد مشکوک میشدن، مثلا میگفتن فلانی هواداره قتل و قتل عام در اون گروهی، باعث شد که دیگه پلیس و ارتش هماهنگ باشه با افراد کودتاچی. در ایران ما هم همچین استعدادی هست که اگر مردم توجه نداشته باشن، وارد چرخه ترکیدن عقده و تصحیح حساب شخصی میشن، وارد این مسئله بشن دوباره همون قاچ سمی است. و اینجا در کولومبیا راهی براش پیدا نکردن، ناامیدی سراسر کشور رو گرفت و استیصال از حکومت و گفتگوهای صلح به جایی نمی رسید و حکومت وحشت ادامه داشت تا انتخابات سال 1990. 10 سال طول کشید. در انتخابات 1990 سه کاندیدای ریاست جمهوری ترور شدند. شب اول یادتونه که من بهتون گفتم افرادی رو به عنوان رهبری باید انتخاب کنیم هم باورمند به دموکراسی باشه، هم حاضر به پذیرش رقابت رقیبش هم باشه که اونم حق داره رقابت بکنه. ولی در کلمبیا اومدن گفتن نه، فقط ما، هر کی کاندید شد همه رو ترور کردن. خب این چیزیه که من اجازه میدم بهتون بگم. مولا هم همینه، مولا فقط گفت خودم، ما بقیه رو ترور کرد. خب شد همین استبداد سیاه دینی. خب پس این نکته درسیه که ما بتونیم از کولومبیا یاد بگیریم. به هر حال مجمع قانون اساسی در سال 1991 درست شد، به رئیس جمهور یک سری اختیارات رو تفویض کرد، شکلی بود، کاغذی بود، دفتر اقدام شود بود، ولی واقعا در عمل چیزی ازش در نمی‌آمد. حکومت به عزم و تصمیم خودش ادامه داد که با یاغی‌ها مواجه بشه و کوشید که از در صلح در بیاد با یاغی‌ها. به هر حال در سال 1998 آندره پاسترانا تونست نیروهای حکومت رو موفق بکنه که نیروهای شورشی رو عقب بندازه. طرح کولومبیا یک طرحی بود که اواخر 1990 تونست توجه دولت امریکا رو هم جذب بکنه. الان خیلی از دوستان میگن چرا ما توجه امریکا رو جلب نمی کنیم. دوستان عزیز، در شرایط بین‌المللی در جهان توجه ها به سمت شما جلب شده، اما هنوز مردم هنوز سیاست جهانی اراده تغییر رو در مردم ندیدن. در کولومبیا دیدن که مردم علیه حاکم مستبد، علیه گروه های یاغی حرکت کردن. جهان اینو دید. در ایران هنوز حرکت نسل جوان دیده شده، قابل احترام هست. اون جمعیت خاموش و خاکستری کار دست ما داده. بله. اون رو شما باید وادار بکنید به حضور میلیونی، یعنی شما تمام تمرکزتون رو بذارید رو اون، به جای اینکه لطف میکنید نقشه بچینید چجوری بریم بانک تجارت رو منفجر کنیم، نه، دنبال اون باش که چجوری پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، خاله، عمه اینا رو بیارید تو خیابون. اون خیلی موفقیت آمیزتره که بتونی به جهان نشون بدی. من بهتون گفتم پرچم سوراخ شده، خیلی هم می‌نویسن پرچم شیر و خوشی. خب پرچم شیر و خوشی رو من در هر شهری که نمیتونم توضیح بکنم، ولی در هر شهری پرچم جمهوری اسلامی هست، میتونید وسطش رو سوراخ بکنید مثل رومانی و این عکس هاش در شبکه های مختلف پخش بشه که نشان بده حکومت نشانش رو از دست داده. این بی خطر هم هست برای شما. پس بنابراین حضور میلیونی مثل شما کولومبیا یادتون باشه، اون وقت شما باید
دو جا بجنگید، یک با حاکم مستبد، دو با گروه های کودتاچی مسلح. اون وقت در این وسط شما چقدر انرژی دارید که با این دوتا بخواید کاری بکنید که هر دوتا باور به تروریسم دارن؟ شما الان با یه حکومت یاغی وحشی سر و کار دارید که ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و بسیجش و وزارت اطلاعاتش پنچاش آجام میکشن این آب خوردن. شما پس بنابراین لطف باید بکنید با نگاه ملی توجه داشته باشید که چطوری میتونید عبور بکنید، نه اینکه ابتدا و انتهاشو بزنید از فکار موتور فساد بمونه. شما باید عبور بکنید از کل ساختار. این چیزیست که مردم کولومبیا تونست انجام بده و ما چرا نتونیم انجام بدیم. در سال 1999 با حمایت سیاسی بالاخره در کنگره اجرایی شد و مردم به سمت دموکراسی حرکت کردند و کارتل ها، یعنی اون مافیاهای مواد مخدر، مافیاهای اسلحه، مافیاهای قاچاق زنان و غیره، یواش یواش مزمحل شد. ما هم در ایران یک سری کراواتی هستن، فارغ التحصیل امریکا، فارغ التحصیل انگلستان، ولی تو شرکت های سپاه کار میکنن. شاید تو خانواده شما افرادی باشن که تو اون شرکت ها کار میکنن، درست شد؟ جمهوری اسلامی هم بره با اون چند هزار شرکت ما چیکار کنیم؟ کسی هم نمیدونه صاحبش کیه. مثلا صاحبش آقای مشم عبدلیه. این آقای مشم عبدلی من نمیدونم کیه، عضو کجاست، کی بهش داده. پس شما در نظر بگیرید دوران فروپاشی ساختار نظام ولایت فقیه قدم اوله. قدم دوم اون هسته های مالی این افراده، که این هسته های مالی این افراد از همین اینجا منی ویدیو به یادگار بماند، چند سال طول میکشه که شما نسل جوان بتونید اون موتور فساد رو از کار بندازید. این پول ها کجا میره؟ این پول ها از کجا در میاد؟ این ساختار مالی مافیایی رو کی کنترل میکنه؟ امیدوارم بهراد عزیز بتونه با یک اقتصاددان در این زمینه صحبت بکنه و شما رو یاری بده. من سوادش ندارم. آشفتگی و بی‌نظمی در کولومبیا ادامه پیدا کرد و نزاع داخلی شد. حمایت از نیروهای یاغی و نظامی از دو طرف فجایعی رو و جنایتهایی رو در کولومبیا به وجود آورد. تاریخی حالا نیازی به این قضیه نیست اینجا مطرح بکنم، ویدیو رو کوتاه کنیم. بعد جورج بوش در سال 2001 در کاخ سفید طرح کولومبیا برای پایان تنش رو امضا کرد بعد از این همه سال. ما هم در ایران اگر این راهمون رو بریم، خب باعث میشیم که کشورهای جهان هم بیاره ما بیان میگن آقا این قضیه باید فیصله پیدا کنه در جایی. هنوز ما نتونستیم کمک جذب بکنیم. چرا؟ از کمکاری خودمون. جمعیت میلیونی چند بار باشه و شما نمادهای حکومتی رو بزنین، اون موقع جهان هم میاد. بالاخره این صحنه تئاتره که هر کشوری یه بازیگره در صحنه روابط بین الملل. وقتی کشوری دچار آشوب هست، چه کشورهای همسایه چه کشورهای منطقه‌ای، همه دنبال راه حلن. چرا؟ چون معتقدن که این آشوب می‌ریزه سرازیر میشه در کشورهای اونها. شما در نظر نگیرید که مثلا اردن، کویت، امارات، عربستان، پاکستان، حتی عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، دور تا دور ایران، حتی اسرائیل، اینا حساسن، شما رو دارن نگاه میکنن که این جنبش به کدوم سو داره میره. چرا؟ چون حکومت چندین گروه تروریستی داره که اگر اینها رو تحریک بکنه امنیت اینها هم به خطر میفته، درست؟ پس بنابراین این هسته ساختار رو نمیتونن بهش بیتوجه باشن. لاجرم به سمت شما میان و لاجرم به شما کمک خواهند کرد. وانگهی حرکت شما به صورت دست جمعی و گروهی موجب میشه که اونها رو تشویق و ترغیب بکنه که شما رو بیشتر به رسمیت بشناسن. بعد عدم انسجام و آشفتگی و تناقض یکی از موارد کولومبیا بود که باعث سرگیجه شدن خارج از کشور شد. انسجام رمز موفقیته. آشفتگی و تناقض بیماریه. اونجا در خارج از کشور شما نگاه بفرمایید بین اپوزیسیون. به جای این که سرمایه هایی رو که من بهتون بارها و بارها گفتم بذارن کنار هم، این کپیتال یا سرمایه اصلی رو بزرگتر کنن که ازش بهتر بشه استفاده کرد، این اونو میزنه، این اینو حس میکنه. اون میگه این با رژیمه، اون میگه اون با اصلاح طلب هاست، اون میگه این با نایاک عکس داره، این با فلانه. با این تفکر عقب مانده ما به جایی نمیرسیم.
ما سرمایه هامون رو باید افزایش بدیم. جهان این کار کرد، آیا ما نمیتونیم؟ آیا ما اندازه دو تا حزب قاچاقچی و کلمبیایی نمیتونیم سرمایه هامون اضافه کنیم؟ یعنی ما اینقدر عقب مانده ایم، عقب مانده سیاسی. پس ما لاجرم باید تلاش بکنیم برای اینکه بتونیم سرمایه هامون رو افزایش بدیم. ژانویه 2002 بالاخره حملات تموم شد در کلمبیا و گسترش و توسعه پناهگاه و اماکن امن در شهرها، یعنی اینقدر کار خراب بود، در هر شهری پناهگاه درست شده بود از شر نیروهای حکومتی. هنوز ما در ایران به اون درجه نرسیدیم. هنوز ما در ایران صبح میریم خیابون فوش میدیم، مبارزه میکنیم، شب برمیگردیم خونه خودمون. اینو داشته باشید، این نعمته. چرا؟ چون هنوز حکومت به اون درجه از چیز نرسیده که بیاد خونه ها رو هم ناامن کنه. خب از نظر امنیتی به نفع شماست، یعنی شما هنوز در منطقه اصلی حضور دارید. اینو قدر بدونید. ساختار ایران هم ساختاریه که مثل کلمبیا نیست که حکومت بتونه شما رو از اون فضا خارج بکنه، از اون توانشو نداره. خب بنابراین شما تنها کاری که میتونید، افرادی که در تهرانن، در اصفهانن، در هر شهرین، در شهر خودتون سعی کنید حضور حکومت رو کم رنگ بکنید، حضور خودتون رو پر رنگ بکنید، یعنی رنگ اصلی جایگزین رنگ فرعی بشه، اونجا شما موفقید. پس این که در عراق ماشین جنگی بردن، آی نمیدونم در عراق فلان بردن، فیلماش اومده بیرون، برای چهلوم یکی از این عزیزان، در واقع شما حضور خودتون میتونه حضور اونها رو کم رنگ بکنه. اینو از کلمبیا یاد بگیریم. هر جا حضور حکومت زیاد بود، حضور مردم بیشتر میشد، برای اینکه حضور حکومت کم رنگ تر و کوچیک‌تر بشه. این درسی است که ما از کلمبیا میتونیم یاد بگیریم. و بعد بالاخره این کوشش‌های صلح‌آمیز در زمستان 2002 به نتیجه رسید و همکاری نظامی‌ها که وطن پرست بودن با مردم آزادی‌خواه شروع شد. ما در ایران نظامی وطن پرست در زمان شاه داشتیم. در این زمان شخصا معتقدم یک نفر هم نداریم. حالا برخی از شما معتقدید که نمیدونم یکی افسر نمیدونم فلان جاست اینشون وطن پرسته، اون با شما، من مزاحم تفکرتون نمیشم، ولی از دید شخصی من چماقدارها هیچ کدومشون وطن پرست نیستن. چون اگر بودن چماق نمیزدن به هم وطن خودشون، که از اون لغت نمیخوام استفاده کنم به خاطر قوانین استانبولم، چماق نمیزدن به طرف مقابل به خاطر حاکم. و بعد در شورای امنیت امریکا مسئله مطرح شد و بالاخره دیوار فرو ریخت، سرکوب گروه‌های شورشی و یاغی هم طول کشید، ولی آخرالامر وطن پرستا تونستن اون دوران انتقالی رو درست بکنن و شخص منتخب رو فرستادن که با امریکا وارد کار بشه و جوجوش به استقبال اونها رفت و گفت این دموکراسی گرچه کوچیکه ولی حس قدرت داره. و بوش به اون شخص گفت که الان تازه اول بدبختی شماست، دوران بازسازی کشور، و کشور رو شما باید از نو از آجر اول بسازید. ما هم در ایران وقتی دیوار نظام ریخت پایین، در اون دوران انتقالی هزار کار ناکرده رو زمینه. خیلی از شما شاید بنالید الان، بگید ما بیکاریم، حقوق نداریم، نظام شغل نداریم. باور بفهمید در دوران انتقالی مجبوریم از جای دیگه آدم بیاریم. چرا؟ چون برای بازسازی یک دریا کار رو زمین ریخته و درنچه به اونجا توجه بفرمایید که چطوری در بازسازی کشور شما میتونید نقش بازی کنید. این خیلی مهمه و اون موتور فساد رو از کار بندازین و بعد در توسعه کشور بتونید ازش استفاده بکنید. اونجا نقش شما مهمه، در کشاورزی، در صنعت، در کبیرزدایی، در توسعه جنگل، در شیلات و غیره، که جوانان میتونن از این کار استفاده بکنن. و بعد آخرالامر حرفمو تموم بکنم، امنیت دموکراسی در کلمبیا که در واقع مجمع قانونگذاری تشکیل شد در دوران انتقالی و این مجمع قانونگذاری قانون رو به کشور برگردوند. ما هم در ایران میتونیم همین کار رو انجام بدیم. مطبوعات رو آزاد تر کردن، اعمال خشونت آمیز رو منفور کردن. شما هم الان هر چند هزار نفری که هستین در این صفحه میتونید در صفحات خودتون اعمال خشونت آمیز رو منفور کنید. وقتی این کار رو بکنید موفق تر میشید. درست قانونی نداریم، قانون شهر هرته، قانون دادگاه انقلاب
دادگاه وحوش و قوانین جمهوری اسلامی، ولی میتونیم قانونمند و ضابطه‌مند باشیم. حالا من یه امتحان کتبی میخوام ازتون بگیرم، چند نفر واقعا ظرف این چند شب قانون حقوق بشر رو دانلود کردن و پی دی افش رو خوندن؟ 20 صفحه است، خداییش چند نفرتون خوندین؟ این خیلی مهمه که شما قانون حقوق بشر جهانی رو یک بار بخونین، لااقل اون 20 صفحه تو مغزتون باشه. خب دموکراسی رو مثل آمپول نیست تزریق کنیم بگیم دموکرات شدیم، باید یاد بگیریم. پس وقتی یاد بگیریم اون دوران انتقالی رو با موفقیت برگزار کنیم. و بعد دولت کولومبیا به این نتیجه رسید که با تصحیح قانون نظامیان کشورش رو از نو به صورت مشروع استخدام بکنه. روستاها افرادی که در خشونت نقش داشتن اومدن یه چشمانداز تعریف کردن که در اون چشمانداز به توسعه و امنیت فکر میکرد، دیگه کسی به خشونت فکر نمیکرد. ما هم در شرایط فعلی میتونیم به توسعه امنیت فکر کنیم و رفع خشونت. ما کسی که زاینده خشونت دولت جمهوری اسلامیه، پس ما دولت رو از کار بندازیم یعنی عملا خشونت رو از کار انداختیم. پس ما بریم به اون تفکر که بریم اون چرخه خشونته ما نریم توش، ولی اونی که داره اون چرخه رو میچرخونه که دولت جمهوری اسلامیه اونو فلج بکنیم. اون یعنی ضامن موفقیت ایران. و بعد آخر کار خانم رئیس اشاره میکنه به یورش های سیاسی، اختلاف و کشمکش های ظاهری بین حکومت که موجب فریب افکار عمومی میشه. مثلا در داخل ایران اگه گروه اصلاح طلب یه چیزی گفت به گروه اصولگرا یه چیزی گفت به گروه اصلاح طلب، شما اصلا نگاه نکنید. اون درس رو چند شب پیش با هم یاد گرفتیم که در لهستان مردم به این نتیجه رسیدن که مطلقاً به حکومت گوش ندن. شما هم این رو از اونجا یاد گرفتید. بعد میمونه سر موضوع عدالت پایان بحث، که عدالت رو همون دوران انتقالی که قضات تعیین شدن از طرف مردم و متخصص حقوق بودن، اونها در واقع اومدن به صورت قابل ستایش قهرمانان شرکت کننده در جنبش رو موظف کردن که فعلا امنیت کشور رو در دست بگیرن، هر کی شهر خودش، روستای خودش، تا در واقع بتونه عدالت برقرار بشه و افراد حضورمند در تروریسم یا خشونت رو در واقع بتونن از صحنه حذف بکنن. و بعد رسید به مسئله مشارکت و انتخابات آزاد که مردم شرکت کردن و پدر مآبی رو حذف کردن. ما هم در ایران باید پدر مآبی رو حذف کنیم. یک آدم 70 ساله 80 ساله چیکار است برای یه جوان 20 ساله تعیین تکلیف کنه؟ ما جبهه ششم جبهه ملی هستیم، آقا به ما چه مربوط؟ ما چیکاریم؟ مثلا بنده حزب کهنه بعثی که الان اومده شده دموکراتی، میخواد دموکراسی برای شما بیاره، شما بگید بایسی. اینجا ما احزاب رو بر اساس باور به دموکراسی میخوایم درست بکنیم. احزابی میان تو انتخابات شرکت کنن که باورمند به دموکراسی باشن، نه اونهایی که از قبل دستشون در این ماجرای چرخه فساد حاکم بوده و حالا میاد جلوی شما سینه سفر میکنه بگه ما هم هستیم، ما میخوایم شرکت کنیم. اونایی که باورمند به دموکراسی هن یا شما رو در این دوران کمک کردن به دموکراسی، اونا باید بیان تو انتخاباتتون شرکت بکنن، نه اینکه به جرم پدر صرفا به خاطر پدر ما آبی. این رو کولومبیا خیلی بهش اهمیت داد. و پایان بخش اینه که آقای رئیس جمهور، وقت آن است که کنار بروید. این شعار اونجا بوده، مردم مصر هم نوشتن ارحل، یعنی که برو بیرون. این شعار رو شما یه جوری به فارسی خوب در شعارهاتون بذارید برای سنان جمهوری اسلامی که بیگه وقت رفتنه و نسل جوان میخواد بنیه قوی رو انجام بده و همه جنگ ها ناگزیر باید خاتمه پیدا بکنه. بعد خانم رئیس اشاره میکنه به این مسائل که چطوری نسل جوان میتونن دموکراسی رو به اصطلاح برای خودشون به ارمغان بیارن با توجه به این نکات. اینا درس انقلاب کولومبیا بود. خیلی ممنون از شما. من خب میدونم که شما رشته تحصیلیتون در واقع مبارزه با تروریسم بوده از UCLA. اما... نه، من روابط بین المللی خوندم، تخصصم مطالعات امنیت. و
بعد از شاید خدمتتون که ولی من میدونم که و خیلی دیگر هم میدونن که شما به خاطر علاقه شخصی بسیار بسیار زیادی که به تاریخ معاصر ایران داشتین با تقریبا تمام چهره های شاخص دوره شاهنشاهی مصاحبه کردین، با ارتش با جم، با جناب پرویز ثابتی، با اکثر تقریبا خیلی اسمایی از خودتون بگید خیلی بیشتر من نمیدونم، شما بهتر میدونید. اخیرا این کسانی که در واقع بحث تخریب اموال عمومی رو به عنوان راهکار دارن ارائه میدن اشاره میکنن به فیلمایی که فکر میکنم مال 13 آبان 57 در تهرانه که در میدان انقلاب رادیو تلویزیون ملی هم اومده گزارش تهیه کرد که بانک‌ها رو آتیش می‌زدن و نمی‌دونم اسلحه ها رو گرفته بودن و مشت ما مسلسل شد و نمی‌دونم این چیزا و تخریب می‌کردن و عکس‌های شاهو می‌زدن زمین اینا. میگن که اونا پیروز شدن چون اینجوری انقلاب کردن، اونا پیروز شدن چون سینما رکس آتیش زدن. البته سینما رکس آتیش زدن انداختن گردن شاه، نه که خودشون گردن بگیرن. ولی که البته من گفتم خب هم اونا پیروز شدن که الان وضع ما اینجوریه. این نکته مهمیه که شما خیلی مهم اشاره کردید بهش. وقتی گروه های تروریستی و چریکی میان قدرت رو به دست میگیرن، خب اینها زبان اسلحه و خوش در واقع جنگ پارتیزانی و چریکی و نمیدونم اینها رو میفهمن دیگه، که بحث دموکراسی که از این در نمیاد بیرون. در مورد این بحث 57 و این نقش گروه های تروریستی مارکسیست تروریستی که شما میدونم بسیار بسیار تو این قضیه تحقیق کردین، یه مختصری در مورد همین فیلم هایی که الان دارن پخش میکنن میگن اینا اگه موفق شدن این کارو کردن، یکم برای ما توضیح بدین شما با همه دستندرکارهای این ساواک و نمیدونم نیروهای امنیت زمان شاه و حتی با داخل انقلابیون هم شاید صحبت کرده باشین، یه شمای بدین آقا این حرف، سستی این حرف رو یکم شنوندگان ما بعد 5-6 دقیقه که فرصت لایف تموم نشه عرض کنم. یک کاری که 20 سال پیش من یک کاری رو به خاطر علاقه شخصیم انجام دادم که این زندیات جلال طالبانی هست، اسم کتاب بعد از 60 عام من هست که این توسط ریاست جمهوری عراق و حزب اتحادی میهنی منتشر شده و این دورانی که من فوق لیسانس میخوندم، در دوران فوق لیسانس من تزم راجع به تأثیر ساواک در حرکت مسلحانه کردها بود. قبیله وحشی بارزانی، چرا میگم وحشی؟ به خاطر اینی که خیانت هایی که به کردها شده در طی تاریخ رو همین قبیله انجام میده که حالا اینجا جاش نیست تو این کتاب گفتن، که این کتاب اومد بیرون و این کتاب خاطرات جلال طالبانی هست. بعد اون گروه اومدن، یه عکسی هست که من وایسادم، سفیر عراق وایساده محسن رضایی، بعد سفیر عراق رو قچی کردن، شونه من رو چسبوندن به شونه محسن رضایی. تو اون عکس من 23 سالم. یعنی شما سفیر عراق بین شما و ایشون وایساده بوده. بعد اون بریدن شما رو چسبوندن. بعد تمام دردشون این کتاب هست. و این کتاب رو من انجام دادم به خاطر اینکه بگم آقا کردها نه تروریست بودن، نه تجزیه طلب بودن، نه آدم کش بودن. کردها دنبال سیاست بودن و دنبال هویت خودشون. به هر حال این حزب اومد هر تهمتی لایق خودش بود به من زد و الان من 48 سالمه. 26 ساله، چه ببخشید 24 ساله اینا با این عکس، آقا این یارو 24 سالشه تو این عکس ها، الان من 48 سالمه. اینا هی این عکس رو منتشر می‌کردن که منو تخریب بکنن. حالا من اصلا ایران هم نیستم تو این 20 سال. این بدبختی جهان سوم ماست. در کتاب دیگه ای که من اون موقع افتخار داشتم انجام بدم، کتاب ساواک بود با جناب پرویز ثابتی.
که این هم در دامگه حادثه، در دامگه حادثه که اینه، و این کتاب افتخار زندگی منه در واقع، و خوشحالم از اینکه پی دی افش به صورت رایگان در اختیار شما هست، میتونید مردم هر چی دلش خواست دانلود کنید، که این به پیشنهاد آقای ثابتی بود که جوانها این کتابو بخونند. و بعد در اونجا شما متوجه میشید که گروهای تروریستی چه بلا و بدبختی سر ایران آوردن، چه مذهبی چه مارکسیست-لنینیستی، با اون تروریست ها بودن پشت عبای خمینی راه افتادن، تروریسم را آوردن داخل خیابون. شاه فقید قصد سرکوب نداشت، دو، اراده ماندن نداشت به خاطر خون و خون کشی، سه، گفت خیلی خوب شما دنبال این راه افتادین میخواین اسلام زنده بشه، خوب بفهمید، مرحمت زیاد، و رفت خیلی متمدنانه، خیلی با شخصیت. و وقتی که رفت، اینها ما انقلاب کردیم. چه انقلابی؟ کدوم انقلاب؟ شما چیکار کردین جز عملیات تروریستی؟ اون بخواد 2500 ساله رو بگیره برای معرفی تمدن ایرانی، شما میخواستین برق شیراز رو منفجر کنید. تمام شرکت کنندگان در بلوای 57 منفورترین آدمای رو کره زمینن. تمام احزاب شرکت کننده در بلوای 57 یا باورمند به تروریسم بودن، یا مبلغ تروریسم بودن، یا تبیج دهنده تروریسم. چند تا بودن؟ چون یه بار ما با هم صحبت میکردیم تو به من گفتی. خب الان وقت لایف تمومه دیگه، فکر کنم. نداره، نه وقت داری. عرض کنم گروه، مثلا گروه های اسلامی، گروه های فدایان اسلام، مؤتلفه اسلامی، ملل اسلامی، از شکم نهضت آزادی مجاهدین خلق زاییده شد. ابراهیم یزدی در مصاحبهش با من، در مصاحبهش با خبرگزاری فارس، در مصاحبهش با روزنامه مردم سالاری سال 1384، روزش یادم رفت، تو همین صفحه اینستاگرام هم هست، که گفت اولین جزوه آدمکشی و اختشاشگری رو من نوشتم دادم به مجاهدین خلق، درست شد. بعد این انقلابیون آخه دروغو هن، انقلابیون 57ی اینقدر روده راست تو شکمشون نیست. و میگن بازرگان گفته ما آخرین گروهی هستیم که با این زبان صلح با شما صحبت میکنیم. نه، منظورش این بود که بعد از این گروه های تروریستی داره میاد. خب اومد دیگه، و بعد این اتفاق رخ داد. در کتاب تاریخ سیاسی ایران نوشته خود همین حضرات که در ایران چاپ شده، اونجا خمینی از تمام این ماجراها اطلاع داشت. حوزه علمی قم، حوزه جاهلیه، اطلاعیه داده، در روزنامه چاپ شده که این در کتاب وحشت بزرگ من آوردم این اطلاعیه‌اش، همین ناصر مکارم شیرازی شکرفروش اونجا نوشته گروهی جوانان حافظ قرآن و نهج البلاغه و عاشق ائمه در زندان‌های شاهن. حالا شما در نظر بگیرید مسعود رجوی حافظ قرآن و ائمه، مأمور ساواکی میگفت ما در میدون تجریش دستگیرش کردیم، نرسیده به میدون ونک کل بازی رو لو داد. یعنی در فاصله مثلا 2000 متری از ترسش اومد کل مجاهدین رو گفت، اما میگفت ما راننده ایم، ما داریم میریم زندان، شما اونجا بگو به ما چرا میگی. این داستانشون. حالا شدن آزادی خواه. بعد یه تروریست بعثی که این تو زندان ساواک بود، الان تلویزیون ایران اینترنشنال میاردش به اسم دموکراسی خواه، میخواد به شماها دموکراسی یاد بده. پس بنابراین نسل جوان از 57 فرار کنین. یعنی با ملا میشه حرف زد، ولی با 57ی نمیشه حرف زد. از تروریست فرار کنید، از تجدید طلب فرار کنید. این زندگی شخصی منه. و روزی روزگاری من خیلی دوست دارم در ایران تنها چیزی که برای خودم متصور هستم حکومت عوض بشه، در جایی من بتونم درس بدم، اگر شد، اگر نشد مهم نیست، اگر شد در جایی من درس بدم. فقط دوستان تاریخ معاصر ایران رو بگم که این گروه های تروریستی چه بلا و بدبختی سر ایران آوردن، درست؟ امروز این جوان رو کشتن، محسن رضایی تروریست ساواک، از ترس ساواک بچهش متولد شده در زایشگاه، جرأت نداره بره بچهش رو ببینه چون میدونه ساواک اینو دستگیر میکنه. همین شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، شغل شریفش چی بوده؟ پاسبان کشی. پاسبان جلوی سینما وایساده، مثلا مردم برن مثلا زدن تقیار رو کشتن، یا پشت ماشین قایم شدن با کلاشینکوف. این محسن رضایی خودش داره میگه، بعد میگه پاسدارا اتیز سربازای ارتش اومدن، ما از پشت ماشین پریدیم بیرون، رگبار رو گرفتیم با الله اکبر. چه فرقی اینا با داعش داشتن؟ و اگر ما این کارو الان بکنیم چه فرقی با اونا میکنیم؟ ما میشیم تروریست. خب این جوونا برای چی بشن؟ و این
دموکراسی هیچ وقت دیگه محقق نخواهد. هیچ وقت شکل نمیگیره. دموکراسی از لوله تفنگ نمیاد. دموکراسی از تفکر و تعقل میاد. من این نسل جوان رو نسل باهوش میدونم. چرا؟ نسلی که فهمید 1400 سال